که داره شکل میگیره و این قدرت به خود، یعنی ایمان به قدرت به خود، ایمان توانایی های درونی، این که ما ترس دیگه نداریم. بالاتر از سیاهی، مثالی هست توی فرهنگ خودمون میگن بالاتر از سیاهی رنگی نیست. وقتی که ما دیگه از مرگ نترسیم برای یک چیز بالاتر، یک ایمان بالاتر، نه ایدئولوژیکی، بلکه اون چیزی که به عنوان یک انسان، هر انسانی در هر جای دنیا که باشه نیاز به امنیت و آزادی و حقوق انسانیش داره، ولی وقتی اون از من نداشته باشن دیگه چیزی برای زندگی ندارم، پس بنابراین برای اون دارم مبارزه میکنم، از مرگم نمیترسم. البته من ترجیح مرگ نمیکنم اینجا، منظورم این هستش که اعتماد به نفس و اعتماد به جمع و این در حقیقت همسویی و یگانگی در شعار، شعارهای مشخص دادن و اینکه بدونن چی میخوان. اینا میدونن چی میخوان. اینا دیگه مثل نسل‌های گذشته دنبال رهبرانی نیستن که یک سری اوراق و فرمول‌های دستاورد، نمیدونم وارداتی از این کشور یا از اون کشور بهشون داده شده و اینها هم به صورت فلایر به هم دیگه میگن، روخانی میکنن، حفظ میکنن و بعد میان تو حوزه روشنفکری یا رهبری سیاسی. اینها مفاهیمی رو که دارن براش مبارزه میکنن با جان و روح و پوست و استخوان نیازش رو تجربه کردن. به نظرم پرسش پاسخ در واقع جامعه دادید. ما نیازمند در واقع روشن شدن این موارد هستیم، از موارد دیگه ای که یا از مفاهیم دیگه شما اون رو به کار گرفتید در صحبتتون در رابطه با تعیین این قدرت سیاسی حاکم. شما سخن از کنترل کردید و بعد سخن از جامعه جهانی و عصر اینفورماتیو کرد و جوانان و نسلی که متعلق به یک جهان گسترده تر هستند تا یک زندان باوری که سعی میکنه این نظام کنترلگر برقرار بکنه. تا چه حد فکر میکنیم قدرت کنترل توانست طی این 30 سال تأثیر روانی خودش رو روی جامعه بگذاره و تا چه حد جهان متمدن یا حضور این انسان، من انسان، من فرد در این جهان بیکران تونست مرزهای این کنترل رو بشکنه، نه فقط با ملاحظه به این جنبش، حتی پیشتر از این دوران. اول اجازه میخوام آقای سیروس ملکوتی عزیز خدمتون توضیح بدم که مسائل اجتماعی یا روانشناختی و جامعه شناسی بسیار گسترده هستن و در پاسخ که من خدمتون هستم فقط میتونم به زوایایش اشاره کنم، اگرچه ممکنه پاسخ من اینگونه به نظر بیاد که من دارم جنبندی کلی میکنم، خواهش میکنم اینگونه نگاه بکنید که من فقط به زوایایش اشاره میکنم. ببینید کنترل، شاید من شخصا نظرم این هستش که اگر ما توی دنیای دیگه زندگی میکردیم، توی دنیایی که جهان مثل جهان دیروز بود و فاصله های زمانی، فاصله های مکانی بسیار از هم جدا بودن، یک نفر میخواست یک نفر رو ببینه باید ماها طول میکشید یا ارتباطات اونگونه نبود، شاید نتیجه این دقیقه سلطه‌جویی جمهوری اسلامی چیز دیگری میبود. شاید میتونست واقعا جامعه را ذوب بکنه، شاید واقعا میتونست به یک نتایج درخشانی برسه که اونگونه که میخواد، ولی تو جهانی که جهان ارتباطات هست و دنیای ارتباطات هست، قدرت از دست افراد سلطه‌جو و اقتدارگرا و انحصارطلب در حقیقت خارج شده، قدرت افتاده در دست ارتباطات و مردم و آگاهی در حقیقت دیگه متعلق به یک گروه خاصی نیست، به یک قشر خاصی نیست، به یک دنیای خاصی نیست، آگاهی دیگه ملک شخصی نیست، آگاهی دیگه در حقیقت برای همه است و همه میتونن سهم به هر اندازه‌ای که دلشون میخوان سهم بسزایی از این آگاهی داشته باشن، وقت به در حقیقت اون انگیزه های شخصی مربوط میشه. اما یه مسئله دیگه هم در رابطه با آگاهی هستش، بازم گفتم یه زاویه دیگه هستش، چون این آگاهی هم داده ها اینقدر بسیار هستن و زد و نقیز ممکنه باشن، ممکنه یه مقدار انسان دچار تنش و انگزایتی هم بکنه، اما ما به اون سوش الان کاری نداریم، ما داریم از این زاویه قدرت و کنترل صحبت میکنیم که الان قدرت رو باید در زمینه آگاهی جستجو کرد. تا زمانی که آگاهی هست و ارتباطات هست نتیجه کار هم این میشه، no matter how much، چقدر اینها میخوان بازور سرنیزه، تفنگ و نمیدونم چوب و چماق و اعدام
غیر خودی ها رو از میان بردارن، جامعه به یک جامعه انفجاری میرسه. یعنی مقاومت هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نسلی که امروز با این دنیای اینترنت و با این دنیای ارتباطات رو به رو هستش، معانی دیگری رو در رابطه با وجود، موجودیت و جوهر وجود داره درونی میکنه، نه اون معانی و تعابیر تحریف شده ای رو که یک عده متحجر میخوان به عنوان واقعیت و حقیقت ناب بهشون در حقیقت تزریق بکنن و یا بهشون القا بکنن. این هستش که کنترل، صحبت کنترل کردی، به نظرم دست اونهایی هستش که بیشتر با ارتباطات هستن. البته باز این زوایای شما سوالاتی میکنید که شاخه های مختلف داره، از اون سوش هم، از ارتباطات، از اینترنت، از شاخه‌های ارتباطی، سلطه جویان و سلطه طلبان میتونن به نفع خودشون استفاده بکنن. باز هم با برای تحمیق، برای تحمیق اصلا میتونن، باز هم با استفاده ابزاری از نهادهای اثرگذار، این بار مغزهای متفکر، اندیشمندان، نمیدونم مغزهای متفکر سرسپرده به یک ایدئولوژی، به یک خواستگاه، به یک اجندای خاص، حالا میتونه اقتصادی باشه، سیاسی باشه، هر چی باشه، میتونن اینها تئوری بدن، اندیشه بپرورن، فرهنگ آفرینی بکنن، هرج و مرج آفرینی بکنن، همین هم هست. منتها در زمینه استبدادهای مطلق این گونه، این نسل جوان دیگه واقعا میتونه مبارزه بکنه. من امیدوار هستم، نمیتونیم تایم یا زمان مشخصی رو اینجا مطرح بکنیم، ولی بسیار امیدوارتر هستم بعد از این انتخابات نسبت به مسائل آینده ایران تا قبل از انتخابات، این پدیده ای رو که دنیا شاهدش بوده، این مقاومتی که ما شاهدش بودیم، به نظر میرسه یک نوع، اگر که خودخواهی نباشه، احساس افتخار برای تمام ایرانیان که دنیا ببینه که این ایرانی هستش. من ایمیل های بسیاری از امریکایی ها، نویسنده امریکایی، شاعر امریکایی داشتم که از طریق هم فیسبوک بعد من نوشتن که ما تصور میکردیم که مردم ایران و حکومت ایران یک نوع همسویی و همسانی با هم دارن، امروز میبینیم که اتفاقا ما با مردم ایران همسویی و همسانی داریم و در تضاد فاحش با اون حکومت هستیم. پیام بسیار بسیار قدرتمندی رو این جامعه داد و این باعث میشه که اگر به اون یأس و سرخوردگی برسه، با درونی کردن این که چه کرد و چه کار میتونه بکنه و چه توانایی این جمع داره، باز در حقیقت دیگه پروازی روی اون. بله، ببینید الان این نگاه شما این پرسش رو دیگر، این پرسش دیگری رو برای من به وجود میاره. تا کنون نقش کنشگر سیاسی، رهبران سیاسی، احزاب سیاسی بود که باوری رو در میان مردم رایج بکنن، اونها رو آگاه بکنن به خیشتن خیش، به خیشتن تاریخی خیش، و اونها رو آماده بکنن برای یک بدیل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. امروز با وجود اون خودآگاهی که در این جهان پراکنده است و گسترده است، دانش و این آگاهی تنها از آن برجستگان تاریخ نیست. بنابراین نقش کنشگر سیاسی هم میبایست تغییری بکنه. یه با اون روش های کلاسیک خودش قادر نیست با مردم رویارو بشه. این گونه که تصور بکنه همچون نظام جمهوری اسلامی که مردم یک خیلی عظیمی هستن که باید راه نماییش میکرد، از این سو به آن سو برون، به نظر نمیاد که امکان پذیر باشه. و این خاص فقط این یک دوران برآمد و انقلابی نیست که این حادث میشه، بلکه همطور که شما مطرح کردید، این در واقع از شرایط تاریخی که انسان امروز در زندگی میکنه است. پس نقش آن روشنفکر یا نیروهای سیاسی، اون توانهای سیاسی چه خواهد بود؟ چه باید بکنن؟ اول از همه خانه تکانی ذهنی. البته من صحبت میکنم، خواهش میکنم، من خودم رو جدا از افرادی که خودم هم دارای اون رسوبت ذهنی هستم نمیبینم. من فقط پاسخ سوال شما رو به طور ابجکتیو میدم. یک خانتگانی ذهنی، روشنفکر امروز باید بدونه که باید شعار مشخصی داشته باشه. جامعه الان جلوتر از روشنفکر ما داره حرکت میکنه، جامعه جلوتر از رهبران سیاسی ما حرکت میکنه. یک عقب‌ماندگی
ذهنی، یک ایست ذهنی اونجا هست، اونجا باید دقیقا بتونه متحول بکنه.